فعالان دینی از کشورهای مختلف با مرجعیت شیعه دیدار کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی شیرازی، حجت الاسلام شیخ قیصر الکوفی، یکی از فعالان دینی کشور سوئد، به همراه چند تن از فضلای حوزه علمیه شهر مقدس نجف، با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی مدظله در شهر مقدس قم با ایشان دیدار کردند. در این دیدار معظم الله طی سخنانی با اشاره به آیه 39 سوره مریم و روایات شریف گفتند: ما و شما مخاطبان این آیه هستیم. روز قیامت مؤمن و غیر مؤمن حسرت می‌خورند که چرا بیشتر کار نکرده و با تحمل زحمت بیشتر توفیق بیشتری کسب نکردند. از این رو همه افراد به ویژه اهل علم و روحانیون باید به گونه‌ای باشند که به آنان اقتدا شود و سایرین از آنان الگو بگیرند و بیاموزند. ایشان در ادامه فرمودند: مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب هدیت الاحباب خود آورده است جد اعلای علامه مجلسی از عامه بوده ولی عاقبت شیعه شد. مرجع عالی قدر افزودند: روزی خواهد رسید که سوئد و دیگر کشورهای اروپا، آمریکا، استرالیا و روسیه با تلاش نسل شما شیعه خواهند شد و لذا باید بر این موضوع اهتمام بیشتری ورزید و بدانید که این اتفاق رخ خواهد داد. معظم الله در ادامه خطاب میهمانان فرمودند: شما در کشورهای غربی هستید و باید در سه زمینه نشر مجله، تأسیس حوزه علمیه و تأسیس کتابخانه از اساس شروع کنید و توجه داشته باشید که زندگی در حال سپری شدن است و حسرت بزرگ برای انسان باقی میماند. بنابراین هر کس در هر جا در عراق، در ایران یا جاهای دیگر باید تلاش کند و به ویژه ما روحانیون مسئولیتی سنگین بر عهده داریم و البته در قبال این مسئولیت سنگین پاداش و اجر ما نزد خدای متعال نیز سنگین است. حجت الاسلام شیخ قیصر الکوفی نیز در این دیدار طی گزارشی گفت: به یاری خدا توانستیم با همکاری وزارت امور خارجه سوئد و پارلمان این کشور خدماتی به مهاجران شیعه عرضه کنیم. در همین زمینه مؤسسه مشورتی علمی و دارای کتابخانه را افتتاح کردیم و به ترتیب طلاب علوم دینی همت گماشته ایم. به افزود برگزاری همایش های گوناگون به ویژه نشست های گفتمانی با مسیحیان در دانشگاه های سوئد از دیگر برنامه های ماست که حتی اساتید بزرگ و با سطح علمی پروفسوری در این نشست ها حضور میابند. همچنین فضلایی از دانشگاه کوفه و دانشگاه نجف اشرف را برای حضور در این همایش ها دعوت میکنیم. ایشان در پایان سخنان خود گفت: به یاری خدای متعال طرح ها و برنامه های بیشتر و بزرگتر برای آینده داریم که توفیق اجرای آن را از خدای عزوجل خواهانیم و از جناب عالی نیز التماس دعا داریم.